زنان قبیله پاکات در اوگنده مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با من ختنه زنان در اوگنده از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند. ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چاروا پرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختر ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آرند. ختنه برای من مشکل نیست چون جریان گذشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد. ختنه مراسمی مذهبی نیز هست. این مردان حیوان را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنگران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگر باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستینا را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب شش کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمی خواهد که دخترانش را ختنه کنند. در هر تولد دختران مرا چوک می زدند. در شفاخانه به ما می گویند ختنه را بس کنیم چون خوب نیست و عذاب می کشیم. با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگنده اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت.